جالب بود براتون بگم که دیدم یه حالا توی بعضی این گروه های بورسی هر حال ما ول نمی کنیم بازارهای مالی رو دیگه، باید نگاهشون کنیم دیگه، و داشتن بحث و بعد بحث میکنن که آره تو اینقدر دقیقه اینقدر ریخته و مثلا حالا لحنه اینطوری بود که مثلا چقدر خوب شد سهممون رو نفروختیم نرفتیم اونجا، که حالا دیگه انشالله که سود بکنن دیگه، از این ضرره در بیان دیگه. خیلی هم من دیدم اومدن و شروع کردن این و خوب فعالیت کردن، حالا یه قسمتی از ضرر مالیشون رو جبران کنن. در نظر داشته باشیم که ما هیچ چیزی نداریم به این که مثلا بگیم این فقط همین بازار مالی، نه، کریپتو هم تا یه جایی جلو میره، از یه جایی بعد شاید مثل قبل که همین حالت اتفاق براش افتاد بره توی حالت رکودی. لذا ما نمیخوایم که برای خودمون تعهد خاصی رو بتراشیم که حتما باید تو همین بازار باشیم، نه، اصلا همچین چیزی نیست و تو هر بازاری که سود بده میتونیم بریم، پلتفرمی داریم یاد میگیریم و روش معامله گری داریم یاد میگیریم که این روش معامله گری به من کمک میکنه تو اکثر این بازارهای مالی بتونم فعالیت بکنم. ببخشید من اینا رو دارم سس میکنم. خب جلسه قبلی یکی از دوستان میتونه یه جمع‌بندی تا جلسه قبل ارائه کنه، من میکروفونش رو باز کنم، کسی دوست داره یه همچین کمکی به ما بکنه؟ به ما منظورم من و کلاسه، اگر امکان پذیر هست برای کسی که توضیح یک اجمالی از ابتدای این کلاس بده، یا اگر حالا دیگه همین کلاس بهتره دیگه، فقط من میکروفونش رو باز کنم یه توضیح برای همه دوستان حالا از اون برداشتی هم که خودش داشته از کلاس ارائه کنه تا بریم دنبال بقیه قصه. کسی آمادگی اینه نداره؟ خب بسیار خوب، اذیت نمی کنیم دوستان. و عرض شود که در جلسه در ابتدا پرداختیم به اینکه حالا این جلسه قبل دارم عرض می کنم که چه فرصت هایی توی بازار وجود داره، ما چجوری میتونیم از اینها استفاده کنیم، شرایط تحلیل بازار رو با هم دیدیم، منابعی که میتونه به من کمک کنه، به من سرمایه گذار کمک بکنه که بیام ببینم روند چجوریه و چه اتفاقی براش خواهد افتاد. همینطور که جلسات یکی بعد از دیگری رفت به این رسیدیم که خب یه سری جاهای وجود داره که تحلیل به من میدن، تحلیل حالا یا پولی میفروشن یا اینکه تحلیل های رایگان ارائه میکنن که هر کدوم از اینا محل شبهه وجود داره درش، و همین خاطر باید یه مقدار با دقت نسبتش عمل شه. چرا؟ چون که بعضی ها مثلا همین داستان گروه پامپ و دامپ که میخوان مثلا فالوور پیدا کنن، یه سری هم حالا فروشی هاشم که خب رقم ها رقم های خاصیه، حتما باید بک تست زده باشیم. در همین بینم به یه سری وبسایت رسیدیم که یک نمونهش رو دیشب با هم دیدیم در خصوص اینکه چه جوری مثلا پیش بینی میکنن، چه سایت هایی وجود داره، تحلیل هاشون چه جوریه و اینکه تو چه بازارهایی هم فعالیت میکنن. تاکیدمون این بود که یواش یواش باید به این فکر باشیم که به غیر از کریپتو چیزهای دیگر هم یاد بگیریم. بازار 2 و 3 و 4ی که میخوان یاد بگیریم دیگه به این سختی نیست، یه ادبیات موضوع مشترک به همه اینها وجود داره، پلتفرم مشترک وجود داره و هر بازار شرایط قوانین خاص خودشو داره، یه سری فاکتورها توش جواب میده. داستان بیهیویر فایننسش رو باید ببینیم، نمیدونم اخبار تاثیرگذار، منابعی که این اطلاعات رو میتونیم جمع آوری کنیم. و خب به هر حال ارزش اینه داره که اون قاعده 5 به اضافه 3 به اضافه 4 به اضافه 4 که میشه 16، در بعضی موارد هم 18 و 20 و خورده ای میشه که میرسه به مقطع دکترا، این همه زمان میذارن میرن اینجور مطالب رو یاد میگیرن که بسیار هم با ارزش تمام رشته ها، اما توش هیچ وقت اندازه یه ترم درست حسابی به همون مالیات نمیدن، مالی سرمایه گذاری یاد نمیدن. لذا این فرصتی که پیش اومده فقط بهترین فرصتیه که یک بار برای همیشه این کار رو ما خودمون شخصی انجام بدیم. رفتیم سراغ بیهیویر فایننس. رو بیهیویر فایننس رسیدیم به این که میاد سوگیری رو در انسان و در
مدل بازار میاد بررسی میکنه. نمونه های تحقیقش هم دیدیم با هم، تحقیقاتی در خصوص این بود که مثلا آدم ها با نوع ریسک پذیریشون یا بازارها بر اساس روزهای بهور بازدهشون برای ما دستبندی شدن. تو همین دوره هم به این اشاره کردیم که مثلا بهترین زمانهای برای خرید و فروش چه ساعتها و چه روزها و چه بازه های زمانی میتونه باشه، که حالا نمونه های بازار بورس و تلاش هم با هم دیگه چک کردیم. انواع مدل ها رو دیدیم. ازتون خواهش کردم که یک تست MBTI بزنید، یه لینک هم بهتون دادم و یه سری هم لینک های محتوای آموزشی براتون گذاشتم و خواهش کردم که این کار انجام بدین. اگر تهش به این رسیدین که مثلا تو تیپ شخصیتیتون به چی میگن این جریان بازار مالی شاید مثلا خیلی مستقیم مرتبط نباشه، خیلی نگران نشین، این فقط یه تسته. باید برید تو گام بعدی بحثای تقویت اون حوزه‌ای که شما توش قوی هستین. قطعا مثلا الان به کسی از جمع حاضر بیان بگن شما بیا یک نوت اصلا بیا با یه ساز موسیقی رو یاد بگیر و براش وقت بذار، اگر علاقه نداشته باشه تو اون چارچوبش نباشه خیلی سخت میشه، یا بیا برو مثلا آواز یاد بگیر. این حکایت آدمیه که بهش بگی که اینا رو بلده، حوزه های دیگر رو بلده، ولی اصلا میگه من دوست ندارم از حوزه مالی، استرسش رو دوست ندارم. و خیلی از آدم ها اینجوری هستن. تیپ های مختلف رو دیدیم و چارچوبی براش در آوردیم. ستاره بینی مالی هم با ستاره شناسی تفاوتاش رو هم دیدیم، چند تا نمونه و فعالیت و تحقیقی که توی دنیا انجام شده بود، به اضافه نرم افزارهای مشابه که بعد تاکید کردم اگر جایی مثلا مطرح شد یا شنیدین، بدونید که داستان از این قراره که این تایمینگا روی گن هم حاکمه، گن هم بر همین اساس داره استفاده میکنه، لذا میشه به طریق اولا ازش استفاده بهینه ببریم. تو این حوزه هم کلاهبرداری فوق العاده زیاده، حواسمون باشه که در دام این شیادان بزرگ در حوزه استرولوژی نیفتیم. خب من یه چند دقیقه صبر کردم تا بقیه دوستان هم اضافه شدن. فصل پنجم داستان رباته. امشب شب آخر کلاس دوره پیشرفته است، ولی میدونم که ارتباط ما با هم هیچ وقت قطع نخواهد شد. علتش هم اینه که این جریان باید ادامه دار باشه. ببینید الان اتفاقی که افتاده، ما اومدیم با هم دیگه، اون دوستانی که طی دو ماه گذشته ما با هم کلاس داشتیم و تا امروز چه اتفاقی برشون افتاد؟ اومدن یه بازار دیدن، با یه مارکت جدید آشنا شدن، اوکی خیلی هم عالی، و یه ذره دیگه اومدن جلو رفتن خرید انجام دادن. خدا رو شکر تو خریدایی هم که کردن عددهای خوبی هم سود کردن، هر چی خریده باشه ها دارم میگم. و بعد به این رسیدیم که خب این خیلی خوبه، ما یه چیزی همینطور رو چشمون بستیم رو هوا خریدیم. آره هر کی از سر کوچه رد شه بگه بیت کوین بخر، ارزش داره یارو، معلومه میره بالا دیگه، رشد میکنه دیگه. اما اتفاقی که میفته اینه که اینجا من اگر بخوام یه مقداری فعالانه تر تو بازار خرید فروش انجام بدم، یعنی هدل نباشم بابت اینکه بخوام برای یه بازه بلند مدت نگه دارم، یا اینکه اگرم هستم همه سرمایه‌مو درگیر نکنم. امواج الیوت که خاطرتون هست دیگه، اون 1.6 اما تو اون نزول ها بفروشم، تو حرکت رو بالاش بخرم، که بسیار بسیار کار دشواری هست. اما خب یه مقداری بیام سرمایه رو به خطر بندازم، به ریسک بندازم و بیام خرید و فروش های اینجوری انجام بدم. گفتم خب حالا چجوری بفهمیم که اینا تو حالت صعودی هستن، تو حالت نزولی هستن؟ که یه سری فاکتورها رو با هم دیدیم. یکی از روش های قوی توی این کار تحلیل تکنیکال هستش که خیلی استفاده میشه. توی سایت تریدینگ ویو که با هم دیدیم به مراتب و به دفعات جای مختلف بهش ارجاع هم داده شده بود، یک منبع با ارزشه، منبع بسیار با ارزشی سایت تریدینگ ویو برای این گونه تحلیل ها. اما به این نقطه هم رسیدیم که اینا شرط لازم هست ولی کافی نیست. این انقدر گفتم که میخوام شما هم ملکه ذهنتون بشه، لازم هست کافی نیست. یعنی اینکه من باید بدانم، ولی دانستن این همه قصه نیست، من باید یه تکنیکای دیگه یاد بگیرم. رفتیم سراغ مثلا مدل S2F، اومدیم با مدل S2F دیدیم که خب آقا اگر همچین شرایطی برای بازار حاکم هست و همچین الگوی استفاده میکنه،
اونی که میاد مثلا حرف از 30,000 میزنه و 25,000 تحلیل قیمت های ریزش های این تیپی رو میزنه، اینی که مثلا 3-4,000 تا اصلاح میکنه خودش رو بازار، ریزش نباید اسمش رو بذاری. وقتی که رسید مثلا چه میدونم به 20,000، این 20,000 آره ریزشه، ولی با شرایط فعلی خیلی دور از ذهن میشه اینو متصور بود که این اتفاق بیفته. و جالبه براتون بگم که ویزا کارت، ویزا و مسترکارت با 1 میلیارد مشتری در سطح دنیا آماده اتصال مشتریان خود، منابع مشتریانشون به درگاه های خرید و فروش کریپتوکارنسی هست. لذا همچین حجم سرمایه‌ای که وارد این بازار بشه اون رو جذابتر میکنه. ارتباط بین طلا رو دیدیم با بیت کوین و دیدیم که یه گزینه مناسبیه برای سرمایه گذاری، و با این فرض که اگر در میان مدت باز همین منابع بیاد در داخل بازار قرار بگیره، پس اون قسمتی از سبدم که به عنوان سبد بلند مدت در نظر گرفتم تامزاپه. و حتی من به شوخی هم همیشه میگم که این تیکر شما داری برای نسل بعدی خودت سرمایه گذاری میکنی و خب با ارزشه. همه هم با این مواجه شده. امروز اتفاقی یه دوستی داریم، ایشون خیلی انسان محترم و وارسته هم هستن، بحث اینو داشت که داشت صحبت میکردیم، میگم اصلا اگه فلان سال کسی اتومبیل پراید رو با این قیمت نمیخرید و جاش بیت کوین میخرید، الان مثلا انقدر میلیارد کاسب بود. و من و شما میخوایم این اتفاق برای من و شما و بچه های من و شما تکرار نشه و باید توی این قسمتی از سبدمون رو بلند مدت و قسمتی رو کوتاه مدت ببینیم. هیجان بازار مالی و خرید و فروشش خیلی حال میده. دوستی داریم تو حوزه فارکس خیلی فعال هستن، دکترای مالی دارن ایشون، یه آدم عجیب و غریبیه دیگه، فوق العاده کنکور ریاضی جز نفرات برتر بود و داشت تعریف میکرد، میگفت ببین بهترین لوکیشن توی دنیا برای ترید فارکس ایران و ترکیه است. خب من تخصصی توی این حوزه ندارم فعلا، البته شاید بعدم سرم زد رفتم سراغ فارکس هم کار بکنم. گفتم چطور؟ گفت ببین از نظر تایمینگ که نگاه میکنی، زمانی که مثلا بازار لندن داره بسته میشه داره بازار نیویورک باز میشه، یا همونطور که مثلا بازار توکیو داره به نقطه مثلا کلوزش میرسه، بازارهای مهمتری تو دنیا چراغاشون داره روشن میشه و تو اون بازه شما میتونی نوسان، چون هنوز بازار توی اون هیجان و موجش هست،